پولیس ترکیه روز چهارشنبه فردی را که قصد داشت به سفارت اسرائیل در آنکارا حمله کند به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کرد سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت فرد مزنون که گویا مجهز به سلاح سرد بوده تلاش کرده وارد محوطه داخلی سفارت شود مقام های رسمی اسرائیل اعلام کردند که هیچ یک از کارکنان سفارت آسیب ندیدند دفتر فرمانداری آنکارا در بیانیه گفته فرد مهاجم که ظاهرا از لحاظ روانی نامتعادل به نظر می پیش از زخمی شدن به اخطارهای پلیس توجه نکرده است در هفته های گذشته به دلایل امنیتی سفارت های چندین کشور خارجی در آنکارا بسته شد از سال گذشته ترکیه شاهد حمله های مرگبار توسط پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی و مبارزان کرد بوده است